برعکس، حال دلتون چطوره؟ امیدوارم که بسیار 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 عالی باشه. توی این ویدیو قراره که یه قسمت از اتاقمون رو درست کنیم واسه یوتیوب و همچنین که این بسته خوشگلمون رو آنباکس کنیم که از دیجی کالا رسیده دستمون. راست این قسمتشو نگاه، این فکر کنم جدیده، من تا حالا ندیده بودم دیجی کالا، یا شاید هم بوده تو بسته قبلی من دقت نکردم. anyway الان بیایم بریم اون اتاقی که قراره تغییر دیزاینش بدیم. تغییر دیزاین نکه، کلا دیزاینش بدیم واسه یوتیوب و بهتون نشون بدم. اونایی که از قبل یوتیوب چنل منو دارن میدونن که این قسمت رو خونم و ورودی خونه است. این در ورودیه، از اینجا که میای این اتاق رو میبینی که خالیه خالیه، فقط این گلا رو دفعه قبل زده بودیم به دیوار و اینا. بعدش از اونجا که اینجا خیلی نور خوبی میگیره گفتم که این قسمت رو بک‌گراند کنم واسه ویدیو یوتیوبم. و توی این بسته ای که از دیجیکالا سفارش دادم یه آیتمی هست که میدونم گلا خیلی خفن کنه، واقعا خیلی ذوق دارم که بازش کنم ببینیم که چجوری میشه. ولی قبلش میخوام که اینو رنگش کنیم به رنگ مشکی. حالا ببینم اسپری مشکیمون تموم شده باشه طلاییش میکنیم. بریم اونو رنگ کنیم، برگردیم اینو آنباکس کنیم. الان میخوام که بسته دیجی کالامون رو بازش کنیم ببینیم چیا داره توش. البته که با یه روز تاخیر اومد. ببین ادعا میکنم این چیزی که الان قراره بازش کنیم توی کل آنباکس های دیجی کالا تا حالا ندیدیدش. هرچی من آنباکس نگاه کردم تو دیجی کالا همش مثلا لوازم آرایشی و حالا لوازم دختران اینجور چیزاست که خیلی هم قشنگه، من خودم دوستم، شاید اگه دوست داشتی منم براتون بذارم. ولی این یکی رو یه چیزی خریدم که واسه این قسمت پشتی بزنم بک‌گراندمون، بزنم خیلی عالی میشه. سایزش هم دقیقا همون چیزیه که من میخواستم. شما اگه خواستیم 25-20 شو بگیریم، 25-20 منظور. خیلی هم خوب بسته بندیش کردن، امیدوارم که نشکسته باشه. واسه این قسم فاید یه میزم جور کنم که راحت باشه. خدای من اینو نگاه چقدر عالی، چقدر پیچوندن شده، خیلی قشنگه. لوگوی یوتیوب گرفتم، البته دو چای دیگه هم هست، باز اونا رو الان باز کنم ببین. پشتش هم اینجوری جا واسه آویزون کردن از میخ دارم. اوه حالا چه نمیزنم اینجا، هم میزنم روی دور تون خود طرف بزنم. یه لوگوی یوتیوب دیگه. اینم اون لوگو هست که وقتی 100,000 تایی میشی یوتیوب به خودت میده. 100,000 سابسکرایبر که بگیری یوتیوب اینو واسط میفرسته، با امید اینکه یه روز واقعیشو دستمون بگیریم. ولی از اینم راضی هم. این ستا رو که قراره برای بک‌گراندمون استفادهش کنیم، این پشت. ولی قبلش از این ریسه ها دارم، خب از این ریسه رنگی رنگی ها اینو میخوام اول بزنم این پشت، بعد اونا رو از روش بزنم. و همچنین که من یه ویژن بوردم درست کردم، نگاه اینو، اینو خودم درستش کردم، شبیهشه مگه نه؟ شما بریم ببینید که من چجوری درستش کردم. تا اون موقع من یکم از اینا بزنم این بک‌گراندمون رو، برگردیم اینجا. برگشتی اینا رو میچسبوندم
همینجوری. نظرتون به این شکل خوبه که اینجوری عمودی عمودی باشه؟ همجا بشینیم یه چای یا میوه چیزی بخوریم، منم اینا رو بزنم، بریم واسه ادامه کارمون. آره شده، نگاه چقدر خوشگل شد. اینا میذاریم اینجا. این قسمت میخوام که دفتر اینامو بذارم، چند تا کتاب و دفتر اینا. دیگه کنکورم هم دادم، میخوام کلی کتاب بخونم. موقع کنکور نمیتونستم زیاد بخونم چون کتابایی که مربوط به درسم میشه رو میخوندم. این دو تا کتابو من از یه پیج اینستاگرام سفارش داده بودم، خیلی کنجکاو بودم بخونمش و خوندم. این ثروتمندترین مرد بابله که یه کتاب چی میگن؟ عامیانه پسنده، همه میتونن بخونن و همه هم میتونن درکش کنن. خیلی جملاتو به زبون ساده گفته. و اینم باشگاه پنج صوفی ها. من وقتی اینو خوندم قشنگ جوگیر شدم. وقتی تمومش کردم هر روز پنج صوف بیدار میشدم بدون استثنا هر روز. و ولی همون یه هفته طول کشید. همون گفتم توی این لیستا که یه کتاب زرده، چون که باعث میشه که یهو جوگیر شی یهو هم خاموش شی. بعد من خیلی گارد گرفته بودم واسه اینا که نبابا همچینم نیست، خیلی کتاب باحالی هم من خوندم تاثیرشو دیدم. ولی خب من تاثیرشو یه هفته دیدم، بعدش یادم رفت. من همین ولی داستانش خیلی باحاله، واقعا خیلی خوبه و خیلی جملات انگیزشی باحالی داره. همشون هم زیرشون خط کشیدم واسه ببینم پیدا میکنم یکیشو بخونم. مثلا هر کس در تمرین بیشتر عرق بریزه، در میدان نبرد خونه کمتری ازش میره. یه جمله دیگه هم بگو بذارمت. میگه شما مغزی رو که دلتون میخواد نخواهید داشت، بلکه مغزی رو خواهید داشت که با تلاش خودتون ساختید. جملات خوبی داشت. این از بابام رسیده بهم، از کتابخونه بابام کشش رفتم. کتاب شعر استاد شهریاره، محمد حسین شهریار، که به شعر حیدر باباش مشهوره. من شعرها رو خیلی دوست دارم، مخصوصا شعرهای ترکی که این استاد خونده. مقبرهش هم نزدیکی خونه ماست، اگه دوست داشتین یه روز بریم موزه کلی اشعار استاد شهریارینا هست. قبلش هم اونجاست، اگه دوست داشتین یه روز میبرمتون. بذار این شعرشو بخونم، این شعرش مشهورترین شعره. Heydər baba ildirimlər şaxanda, sellər sular şaqqıl deyib axanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, sələm olsun şövçətizə Elüzə, mənim də bir adım gəlsin dilizə. Heydər baba çəhliklərin uçanda, çöl dibindən doğuşan qalxıb qaçanda, baxçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə. ببخشید اگه بد خوندم، دیگه شاعر نیستم. این دوتا کتاب رو داریم، قصه های خوب برای بچه های خوب و قصه ما مثل شد. درسته نوشته بچه های خوب، ولی دوست داشتم داستان های کوتاه باحالی داشت. این دفتر رو داریم که توش نقاشی هم هست. این نگاه، این شکلات اونجا خودتی مینی ملودی. اینم خودم کشیدم. این شکلات کشیده، اونم من کشیدم باست. های دیگه همین ها، این چند تا کتاب نقاشی و این هست که دوستشون دارم، میخوام بزنمش اینجا. چیزه بعدی که اینجا میخوام بزنم این چی میگم بهش؟ چیچی بوک بوکمارک. آره واسه اینکه اصلا کجا خوندی بذاری لای کتاب گمش نکنی. نه بذاریم اینجا، بذاریم کتاب کوچولومون. نمون چقدر صدای خروز از کجا میاد؟ با دوستم خریده بودیم اینجوری توش خالی چی نیست، اینجوری دکوراتیو خریده بودم. اینا مونده، اینا رو هم بذارم. اینم خونده بودم، عقاید یک دلغک از هاینریش بل. اینو داداشم از سربازی آورده بود، اونجا یکی از دوستاش داده بود که بخونه، اونم میفتون خونده بود بعد نخونده بود، بعد من گرفتم خوندم همشو تمام کردم. بعد دیگه مون دست من. اینم بزنیم.
این دفتر خاطرات من از دوران اول راهنمایی شاید، یعنی قشنگ شاید 8 سال پیش، چند میشه اول راهنمایی؟ 3 6 7 آره دیگه، تقریبا 8 سال پیشه برام. من دوستام خاطرهایی نوشتم برام. وای اون زمان بچت بینو میداشتیم نمیداریم اینجا. این یکی هم باز دفتر خاطرات، ولی این دفتر خاطرات خودمه. روزای خیلی مهم که خیلی برام جالب بوده رو می‌نویسم فقط. بعدش اینجا میخوام که پایه گوشیمون رو بذاریم. واقعا خیلی به دردم میخوره، یه چیز زیاد گرونی هم نیست، ولی واقعا خیلی به دردم خورد. دوربینمون هم بذاریم و رینگ لایت کوچولومون هم بذاریم. کاش اینم مشکی بود نه؟ ولی نیست. اینم کابل باز رینگ لایتمون رو بذاریم پشت دیده نشه. اینم یه شمعه، اینم بذاریم باز اینجا. خب یه این قسمت تمومه، این قسمتمون همینجوری بمونه. ما برگردیم واسه اینجا که میخوام اینجا تابلوها رو بچسبونیم. خوشگل شد مگه نه؟ نوش چراغمون خوبه. خوبه که دوستش دارم. حالا بعدنه شاید بهترشم کنیم. اینم از اونجا درش آوردم. حالا نمیدونم قراره کجا بزنیمش، ولی برای اینم باید یه جایی پیدا کنم. این از بک‌گراندمون، قراره که یه مدت با این بک‌گراند کار کنیم، ولی قبلش بیان بریم ادامه آنباکسمون که ببینیم چی یاد سفارش دادیم از دیجی کالا. چیز بعدی که از دیجی کالا خریدم یه جاودیه، از این جاودی طرح پرا که رنگ طلایشم خریدم. راستی من یه عودم خریده بودم که خیلی واقعا هیجان زده بودم که بیا تستش کنم. از این عودا هست، جنگل بارانی، نمیدونم رایم چی چی، یه همچین جاودیه. پشتش هم اینجوریه، اینجوری. آره از اون اوجا خریدم، ولی متاسفانه دیجی کالا برگشت داده بود، فکر کنم فروشنده نداشت، برای همین اونو نفرستادم. واقعا خیلی ناراحت شدم برای اون دیگه. خب کاری هم از دستم بر نمی اومد. بوی رنگ میده، ولی من بوی رنگ رو دوست دارم، برای همین بوش برای من جالبه. این بذار یه عود بیارم تستش کنیم. برگشتم. اینه، اینجا جاودی من از دیجی کالا خریده بودم سری قبلی. اینجوری جاودی چوبیه، بد نیست. اینجا هم تازه میتونی یه شمع از این شمعوار مرا بذاری، ولی خب از اینم میخواستم که داشته باشم پس خریدمش. از اینجا میره پایین اوده، چه جالب. این از جاودیمون. بریم واسه بعدی. آیتم بعدی که از دیجی کالا سفارش دادم یه بانداناست، دستمال سر و گردن باندانا مدل اشکی. فکر کنم قیمتش خیلی مناسب بود. باز میذارم همشونو براتون که چند خریدم. فکر میکردم جنسش بدتر از اینا باشه، ولی خیلی خوبه جنسش. اندازش هم اقدر. Çok şeker hadi hop give me five. Küresel dünya küresel life. Kestir canını Amerikan havası. Sokak arası mafyası fight is fight. Hayt bire var mı yan bakan. Delikanlılık öldü mü imajineledik. Ben diğer gün çizas kim gine akıma ki ben yine pul midem. Ben yine pul ödem ve vagan ne bileyim ki gari çecüri başı. İn çiye hala darim bakodetun ki 100%. İnem ye پده یدک فرموژه است. من فرموژم این داخلش یه اینجوری داره، اینجوری پلاستیک مانند، اونجاش خراب شده. بعد اینو توی دیجی کالا دیدم، نمیدونستم که واقعا کار میکنه یا نه، ولی خریدم که تستش کنیم. داخلش 5 تا باز تستش میکنم، اینم براتون میذارم.
از هیچ کارا سفارش دادم یه چیز خیلی باحالی نمیخوام الان بهتون نشون بدم، چون که قراره اتاق حالمون هم پذیرایی هم عوضش کنم دیزاینش رو، چون دیگه بهار اومده میخوام یه ویدیو هم برامون بگیرم که یه حال و هوای بهاری بدیم به خونمون، برای همین توی اون ویدیو این آیتم آخریمون هم نشونتون میدم. و دیگه همین، مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدین، امیدوارم که دوستش داشته بوده باشین، همچنین که من که خیلی دوستش داشتم و از اینکه این قسمتمون اوکی شد خیلی راضیم. قراره کلی ویدیوهای جالب دیگه اینجا بگیریم. راستی این شاید بپرسین رو چی کارش کردی؟ این بزرگوار من نفهمیدم کجا باید بذارم، برای همین فعلا همینجوری میذاریمش یه کنار باشه تا ببینیم قراره چی کارش کنیم. اگه نظری داشتین حتما برام بنویسین و منتظر ویدیوی بعدی باشین که قراره اتاق پذیراییمونو با اون آیتم آخری که گفتم خیلی جالبه و خیلی هیجان دارم برم زود بازش کنم ببینم چه جوری اونم، اونم براتون میذارم. همین دیگه، مچ به کله هاتون، قربونه تک تکتون، توی ویدیوی بعدی میبینمتون. تا درود دیگر، بدرود.